ترشوهات پانکراس همگی در تنظیم قند خون نقشان قبل از اینکه شروع کنیم مثلا گزینه ها رو بگیم بگیم که ترش... پانکراس دو نوع ترشح داره ترشحات برون ریز که میریخ به دستگاه گوارش به دوازدهه که شامل آنزیم ها میشد و بیکربنات میشد و اینا و ترشحات درون ریز که به داخل خون میریخت شامل دوتا تا هورمون گلوکاگون و انسولین میشد شما این دوتا تا هرمون رو ازش میخونید خب در تنظیم قند خون نقش دارند درسته ترشحات درون ریز یعنی انسولین و گلوکاگون میان قندخون خون رو تنظیم میکنن اما ترشحات برون ریزشون تقریبا در تنظیم قندخون خون نقش ندارند بر روی یاخته های زنده بدن اثر دارن این هم باز شاید در ارتباط با ترشحات درون ریز درست باشه اما ترشحات برون ریز با یاخته ها کاری نداره انسولین و گلوکاگون بله روی یاخته ها گیرنده دارن روی یاخته های زنده بدن اثر دارن اما برون ریز رو نمیتونیم بگیم به صورت غیر فعال ساخته و ترشح میشوند خب این هم فقط در ارتباط با پروتئازی که از پانکراس به دوازده میریخ میتونه درست باشه یعنی راجبه هیچ کدوم دیگه از ترشحات درست نیست اما هم ترشحات درون ریز و هم ترشحات برون ریز توسط یاخته های بافته پوششی تولید میشن و جواب این سوال میشه گزینه چهار رو.